سلام بچه ها، به کانال ATS Cars خیلی خوش اومدی. امروز اومدیم به نمایندگی تویوتا داخل اشتوتگارت. یه ماشین خیلی خفن است که من خودم فنشم، خیلی دوستش دارم. اومدم که از نزدیک ببینیم و بریم داخل که با هم ببینیم. ساب و لایک و سابسکرایب فراموش نشه، حتما هم شیر کنیم ویدیو رو برای دوستاتون که با ماشینا و ویدیوهای خفن تو آینده همراه باشه. کنار سوپرا افسانه‌ای هستیم، ولی مدل 2024ش که اول امسال اومده به بازار، یه دیزاین خیلی جدید خفن داره. 6 سیلندره و 240 تن پی اس قدرت داره. بریم جلوتر تا اطلاعات بیشتر بهتون بدم. پنل چرم دراشه که خیلی چیز خاصی نیست، ولی خب سیستم صوتیش هم که طبق معمول تویوتا اکثرا GLB هم، و روی پنلش هم کلا هم چیزای اولیه رو داره. اسپیکرش هست، برای صندوق عقبش هست. خب در مورد صندلی های اسپورتش هم بگم که اینجا سیستم پنل های تنظیمش داره که 1 و 2 و 3 تا است. زمانی که 2 نفر مختلف سوار میشن میتونن تنظیم کنن. توی نمایی هم از چرم مشکی و دوختای سفیدش داشته باشیم که خیلی خاص کرده قسمت صندلی هایش. بریم با هم قسمت داخل اینتریوش هم با هم ببینیم. یه پنل وسط داره و بعد اینجا هم سیستم پنل خوراک کننده شو، و اینجا هم یه چرم کاربون فایبر کار کردن که خیلی قشنگ شده، ترکیب چرم و کربن. بعد یه دست دنده خیلی بیشتر سبک BMW هست به نظر من شبیه. بعد خیلی فوق العاده میگم، خیلی دیزاین داخلش فوقل خفن نیست، ولی هرچی باشه به حال سوپرا هستش دیگه. سوپرا فوقلاده معروف و برند فوقلاده زیباییه. خب این قسمت هم پنل تنظیم نورش که اوتو داره، و قسمت های دیگهش. بعد میام روی فرمونش، همه اطلاعات اولیه داره برای اینکه بخواین ست کنین اتومات راننده کنه براتون سرعتی که بخواین توی هایوی. و بعد اینجا هم قسمت هایی که برای تنظیم صدا هست، و جذاب ترین بخشش هم که پنل هاش هست که برای شالته هاش هست که دستگیرهایی که برای دست دنده توی زمان منوال هست که میتونید شیفت کنید و کم کنید. اینجا هم یه دست دنده داره که برای تنظیمات نورشو، و این قسمت هم برای قسمت دیگه شیشه باکن جلو و تو قسمت بارونی. وسط هم که یه پنل خیلی جذاب داره که این سمت نشون میده برای بنزین، و اینجا هم که زمانی که شتاب میگیرین قسمت پنل شتابش هست که فوق العاده جذاب. حالا سعی میکنم حتما یه ویدیو براتون پیدا کنم که کارکردش رو ببینیم. Thank you.
عقبش هم داشته باشیم که خیلی جذاب، قسمت پایینش خالیه ولی قسمت بالاش هم دیگه پنل سفته ولی روش پارچه کار شده، ولی اینجای سیستم آهنی است که برای استحکامش و زمان تصادف و اینجور مسئله، ولی دوتا اسپیکر گوندن پشت داره که فوق‌العاده جذاب. حالا میریم عقبش هم با هم میبینیم، فقط خواستم یه نمای شما زمانی که از پشت نگاه میکنین داشته باشیم. اینجا هم یه نمای فوق‌العاده جذاب از بامپره عقبش و چراغ وسط ترمزش که سبک فرمول 1ه، همینطور میبینید دیگه مدل جی آرشه، ولی واقعا عقبش فولاده دوتا اگزوز، بزرگترین سایز اگزوزی میشه من تا الان دیدم، و یه چراغ عقب فولاده زیبا و این سیستم هوا که فیک است معمولا، و این بامپرش کنارش فولاده زیبا، و همطور گفتم این چراغ عقبش که مثل سبک فرمول 1ه. بریم با هم فضای داخل عقبش رو که میگم از سوپرا خیلی نباید توقع داشته باشیم که فضای عقب خیلی بزرگی داشته باشه، و یه چیز جذابی هم اینجا داره که میتونیم برای شارژ 12 ولت اینجا هست، میتونیم ببینیم میتونیم زمانی که کمپینگ کنیم اینجا قرار بدیم، و جذابترین قسمتش هم برای ما ماشین بازه دو تا اسپیکر گنگی که اینجا داره، من ندیدم تا الان تو هیچ ماشینی توی اینجا که دو تا اسپیکر خفن داشته باشه، و در عقبش هم که منوال است خیلی زیبایی هست عقب. ما هم درش هم ببندیم. نما از در بستش داشته باشین و دیزاین فوق‌العاده‌اش خیلی زیباه. کاپوت جلوش هم براتون بزنم بالا که موتور هیولاش هم ببینین، و یه دستگیره در اینجا هست اگه بتونی نشون بدی، بر داخل تر بغل نشون بده، اینجا معلوم که دو بار باید اینو بکشیم، اولین بار، بعد بار دوم کلا باز میشه. اینم موتور فوق‌العاده زیباشه که میتونیم با هم نزدیک ببینیم. میبینم عقبتر از موتورش داشته باشیم که 6 سیلنده، بعد معمولا از سیستم تزریق روغنش هست، بعد اینجا برای قسمت آب و قسمت های دیگه هست، ولی با هم موتور هیولایی داره فوق‌العاده زیبا میبینه لذت میبره، همطوری یک کاپوت فوق‌العاده بزرگ داره، و همطوری جام که شماره بدنه، بعد خیلی معمولا این جنس خیلی زبری هم داره اینجا، ولی معمولا اینا رو اونه که اسپورت بازم عملا تو کربن عوضش میکنن، و سیستم برقش رو و بلد زیبای واقعا من لذت بردم از دیدنش. خب در مورد دیزاین دولوش هم بگم که اینجا یه دونه دریچه فیک داره، اینم
فیکه، ولی خب اینجا دریچه هوا داره، یه لیپه خیلی خوشگل اومده که از بدنه زده بیرون و سیستم LED چراغاش هم که ولاد زیبا، حتی اینجا هم رگای چراغ هست، اینجا هست، این قسمت هم چراغ داره. سعی میکنم یه ویدیو ازش براتون بذارم. Thank you.